با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبهانی هستم در این روز دوشنبه آغاز هفته و دوشنبه دیگر، دوشنبه 19 فوریه 2018 برابر است با 30 بهمن 1396. عرضم به حضور شما که میدانید که روزهای دوشنبه در این ساعت میریم خدمت جناب آقای محمد رضای روحانی، وکیل و مبارز، در حقیقت یه فعال سیاسی اجتماعی. ازبودی در این مقدمه از ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به آقای روحانی و خوش آمد بگیم. آقا درود بر شما. سلام بر شما آقای روحانی عزیز و سلام بر هموطنان عزیزی که به صدای ما گوش فرا میدن. محبت دارید آقا، سپاسگزارم از این فرجه‌ای که در اختیار ما قرار میدی. به هر حال با دانش شما، با تجربه شما آشنا بشیم خیلی امر مهمیه به نظر من. بالاخره شما از ایام شباب در این کار بودی، فعالیت کردین از دوران جوانی و این استمرار شما خب در کمتر کسی هست. فکر میکنم این ماجرای رفراندوم خیلی سوال ایجاد کرده و خیلی واکنش داره. شما جلسه پیش خودتون راجبه این حرف زدید و گفتید حرکت بسیار خوب و دقیقی است و طی هفته همه به این داستانه اعتراض کرده، حتی خانم نسرین ستوده که درون ایرانه با دویچه وله مصاحبه کرد و گفتش که این یه طرح خامه و پخته نیست و کار این 15 نفرم نیست این ماجرایی. آقای پناهی هم در ایران اصلا حاضر به گفتگو نشد، گفت من اصلا نمیخوام تو این بازی وارد بشم. مهمترین قسمت داستان من اینه که خب اونایی که داخل ایرانن خب حق دارن، واقعا نمیشه به اونا خورده گرفت که آقا چرا، نمیتونه، نمیشه سرنیزه زیر گردنشه و بگه نه، بگه آره خب تکلیفش روشنه. اون راه خودش رو پیدا کرده، داره کار میکنه. خانم ستوده شما ببینید در سال چند تا دانشجو حقوق از دانشگاه بیرون میان، چند تا وکیل میشن. من باور کن که آقای روحانی با جوانی صحبت میکردم، دختر خانم جوانی که از دانشگاه تهران تصادفاً فارغ التحصیل شده، 5-6 ساله داره کار میکنه، جواز وکالت داره و وقتی ازش میپرسیدم اصلا نمیدونست، نه اینکه خودشو به تجاهل بزنن، واقعا نمیدونست، آشنا نبود، مسیر زندگیش مسیر دیگری است. خب اینا همه دانشجوهای دانشکده حقوق که دنبال این کار نمیرن، که همه وکلا، همه پزشکا، همه مهندسین، همه آدمای فعال سیاسی که نمیتونن مثل هم باشن، مردم مسیر زندگیشون رو میرن. بنابراین در داخل ایران حق دارن، مشکله، ولی مسیر خودشون رو انتخاب کردن و راه خودشون رو میرن. اینکه در خارج کشور به خاطر اینکه آزادی وجود داره ما هر حرکتی میتونیم انجام بدیم، میتونیم بریم دم کاخ سفید، میتونیم بریم جلوی امارات کنگره، میتونیم بریم جلوی کاخ الیزه، میتونیم هر کاری رو انجام بدیم، نامه بنویسیم به روزنامه ها، ولی اونا که در ایران چنین امکانی رو ندارن. علی حال نظر شما رو میخوام بدونیم، آیا همچنان بر نظر هفته گذشته خودت استواری، همون رو تکرار میکنی، یا اینکه فکر میکنی که مثل خانم ستوده این یه طرح خام است و کار این 15 نفر هم نیست؟ بفرمایید تا بشنم. اجازه بفرمایید من ابتداعاً خدمت همه هموطنانم، خدمت خانواده های سوگواری که باز هم به دلیل ندانم کاری، به دلیل
عرض کنم حضورتون، دزدی و غارت رو، از بین رفتن بسیاری از امکانات کشور، نبودن وسایل حمل و نقل درست، مردم رو توی این تابوت‌های پرنده میگذارند و برای کسب درآمد با جان مردم بازی میکنند. به اینها تسلیت بگم 66 نفر از هموطنهای ما ظاهرا از بین رفتن. من همین الان که داشتم میامدم خدمتون خوندم که بعضیا گفتن که به ما زنگ زدن که ما زنده هستیم. امیدوارم که این خبر هم درست باشه. بعد هم باز هم همینجا عرض کنم حضورتون که همین الان که باز میامدم در خدمتون اخبار رو میدیدم، دیدم که در همین لحظاتی که با هم صحبت میکنیم مشغول سرکوبی مجدد فیلمهاشم آمده بیرون، دراویش هستن در خیابان پاسداران مشغول آمدن تعدادی از دراویش، درخواست آزادی بچه هاشون رو کردن، دوستانشون رو کردن، دراویش دیگر رو کردن. ظاهرا تیراندازی شده و چندین نفر تا کنون مجروح شدن، دستگیر شدن. فیلماش هست، میتونیم بریم ببینیم. بنابراین عرض کنم حضورتون که ما روزهای سیاهی رو میگذارنیم توی شب یلدای وطن ماست. شما عرض کنم که اسم خانم ستوده رو بردین، اجازه بدین من یک عذرخواهی بکنم. من هفته گذشته داشتم شرح میدادم وضع وکلا و اینها رو، گفتم در سمیناری که من خودم یکی از اشخاصی بودم که در تدارک شرکت داشتم، افتخارش داشتم، عرض کنم در سمیناری که در دانشگاه تهران برقرار شد، خانم ستوده سخنرانی کردم. واقعیت این هست اشتباه کردم. اون موقع این خانم 15 ساله بودن، 16 ساله بودن، خانم عبادی بودن که از طرف اتحادیه زنان قاضی آمده بودن و سخنرانی کردن در مورد استقلال کانون رو کرد، در موقع استقلال دستگاه قضایی، و بسیار سخنرانی خوبی هم کردن. من هفته گذشته اشتباه کردم، عرض کنم که این اشتباه رو میبخشید. گاهی پیش میاد برای اشخاصی در سن و سال من که عرض کنم دستگاه حافظه شون درست کار نمی کنه، اشتباه می کنم. بنابراین من رو از این حیث ببخشید. عرض کنم حضورتون که این موضوعی که در مورد وکلا گفتید، من حالا یه توضیح کوچیک بدم خدمتون. همین امسال، همین چند روز پیش، برای انتخاب کارآموزان قانون وکلای دادگستری مرکز 22,000 نفر شرکت کردن. الان ما در ایران در حدود 60,000 وکیل داریم. درست میگین، در زمان شاه هم همه وکلا در مبارزه نبودن. مردم اصلا، عرض کنم حضورتون که چنین توقعی از مردم داشتن که همه وارد مسائل مبارزاتی و اینها باشن، حرف درستی نیست. عرض کنم بسیاری از مردم به خصوص در جوامع استبدادی وحشت دارن، حق دارن. من هر وقت که با شما صحبت میکنم عرض کنم که احساس یک نوع مسئولیت تاریخی میکنم، برای اینکه بسیاری از دوستان من در این 1340 تا الان به خاک افتادن و من خودم رو مسئول میدونم در مقابل همه، تک تک اینها، چون اونهایی که از دوستان سیاسی ما بودن و چون اونهایی که عرض کنم با هم اختلاف نظر داشت. راستی گفتم اختلاف نظر، میخوام بهتون بگم منم بهترین دوستانم در بین مخالفینم پیدا میکنم. من با مخالفینم روابطم بهتره، برای اینکه مخالفین به من چیز میآموزن، نقاط ضعف اندیشم رو به من تذکر میدن، دوستان که مثل خودم فکر میکنم. بنابراین گاهی اگر ما با هم دیگه عرض کنم در بعضی از مسائل تفاهم نداریم، خوبه از هم، یا لااقل من از شما چیز یاد میگیرم یا به تذکرات شما توجه میکنم. فرمودید که آیا من بر نظر هفته گذشته خودم هستم یا نیستم؟ معمولا آدم در لحظاتی که صحبت میکنه بر اساس اطلاعاتی در همون لحظات داره صحبت میکنه. من تا کنون این خوندم، مصاحبه خانم ستوده رو خوندم، دیدم که خانم ستوده گفتن یه شخصی هم من تهدید کرده، میخوام تعقیبش کنم. و عرض کنم حضورتون که باز هم دیدم گفت معلوم نیستش که این انتخابات، این چی مسئله کی انجام میشه. من هم در هفته گذشته اگر از این مسئله عرض کنم استقبال کردم، به خاطر این نبود که
یعنی انقدر ساده لوح نبودم که اینا نامه بنویسن تهرون عرض کنم که ولی فقیه بیاد بگه چش فردا صبح بریم ملل متحد بگن در باز کنیم، ملل متحد بیاد برای ما چی کنه، برای ما عرض کنم حضورتون که رفراندوم بکنه. برای اینکه این حرف همونجور که شما گفتید خانم فرمودن، خانم ستوده فرمودن، عرض کنم که حرفی هستش که هنوز پخته نیست. اهمیتی که قضیه داره در این هستش که بار اول هست که بین اپوزیسیون خارج کشور و داخل کشور پل زده میشه. این کار مهمیه. البته همونطور که باز هم شما گفتید فشارها در درون طوری هستش که ممکنه فردا بعضی از اینا رو بگیرن، عرض کنم حضورتون، شکنجه بدن، بعدم اینا بیان بگن نه اصلا این سند جعله، یا حتی تو هم دیگه اختلاف پیدا کنن. بذارید خدمتتون عرض بکنم که برای تهیه یه چنین نامه از توی زندان بگیرید برید تا کالیفرنیا، نمیدونم تا سان فرانسیسکو ولایت شما، اینا چندین هزار کیلومتر، و اینجا میبینیم که اشخاصی که این رو امضا کردن، عرض کنم حضورتون که تحقیقا میتونیم اینا رو به چهار دسته تقسیم کنیم. اولین دسته و به نظر من مهمترین دسته ای که اتفاقا بیش از دیگران مسئولیت داره، از نظر من مسئولیت اخلاقی داره که کمک بکنه به روشن شدن قضایا و مکانیزمش رو برای افکار عمومی شرح بده، وکلا هستن و حقوقدانان هستن. توی این حقوقدانان خب اینا آدم های سرشناسی هستن. ما که نمیتونیم بگیم آقای سیفزاده مثلا رفته با رژیم ساخته، آقای پیمان اخوان دادیار بیادتر که استاد فارغ التحصیل هاروارد هستن، استاد دانشگاه مکگیل هستن در کانادا، عرض کنم در دادسرای مهمترین دادسراهای تاریخ عرض کنم حقوق جزایی بین المللی کار میکنن یا مسئولیت دارن تو اون دادسرا یا داشتن، بگیم اینا مثلا رفتن چه میدونم رفتن از رژیم ایران پول گرفتن و آمدن این کارا رو کردن، یا خانوم ستوده، خانوم عبادی، میتونیم بگیم مثلا با این کار با اون کارشون مخالفیم، ولی در حسنیتشون، در شأنشون، در ثوابتشون که نمیتونیم تردید کنیم. بنابراین این میمونه از این حقوقدانان که راجبشون صحبت کردیم که دو تاشون خارجن، دو تاشون هم داخل کشور هستن. از بعد از این میمونه 15 نفر میمونن، ببخشید 7 نفر میمونن، از این 4 11 نفر میمونن که بخش مهم 7 تا از این ها خارج کشور و 4 تاش هم داخل کشور، یعنی آقای نوریزاد، آقای ملکی، آقای خانم نرگس محمدی که اصلا در زندان این خانم، عرض کنم حضورتون که آقای پناهی که در ایران هستن، در خارج هم آقای کردوانی هستن، در داخل آقای تبرزدی رو فراموش کردم، قدیانی، در خارج هم کدیور و مخمل باف و آقای مهندس شریعت مری. به هر حال عرض کنم حضورتون که خب خیلی راحت میشه، اگه بخوایم خیلی راحت میشه مثلا با توجه به گفته های اخیر آقای، یعنی بعد از این قضایی که بعد از این صحبتی که هفته گذشته من کردم، مثلا من به حرفای همین آقای چی گوش کردم، همین آقای مخمل باف گوش کردم که بهش صحبت میکنن، سوال میکنن، میگن که میدونم مدعیان قدرت چه کسایی هستن، اینشون برمیگنه میگه اگه پسر شاه بخواد بیاد من دوباره میشم محسن چریک، یعنی اینکه این آقا هندوانه به شهر چاقو میخواد، دموکراسی اونی هستش که من میخوام. البته من به ایشون و به بقیه خواهم میگم که هیچ کدوم از این دوتا از حیث حقوقی با لایسیته تطبیق نداره، برای اینکه هم ولایت فقیه، هم عرض کنم که سلطنت پهلوی ابدیه، تو قانون اساسی نوشته که اینا ابدیه، تشیع در هر دو تا قانون نوشته است که اینا ابدیه، اینا غیر قابل تغییره. خب اینا تغییر کرده، همین الان مردم ایران میخوان از دست این قضیه در برن و راحت ترین راه برای در رفتنش هم فشار آوردن روی لایسیته است و کار بسیار مهم میکردن این اشخاصی که به 40 سال فعالیت های خودشون عرض کنم پشت کردن و آمدن گفتن که این رژیم اصلاح ناپذیر، کار بسیار مهمی کردن، خیلی شجاعت میخواد، این رژیم اصلاح ناپذیره و ما دنبال لایسیته هستیم. اما راست میگیم، اولا معلوم نیست که اینا تا فردا با هم دیگه بسازن نسازن فشار در اون رژیم چی میشه، چون اینا در فضای ذهن ما که کار نمیکنن، تو خارج هستن، توی خارج از ذهن ما هستن، توی
عرف کنم ولایت مطلقه فقیه هستن که مردم میبره میکشه، بعد میگه که اینو نمیدونم خودش خود چه کشت. حالا اون یه مسئله دیگه، من خیلی واردش نشم که بحث ما رو دور میکنم. بنابراین اصل بر این استش که این چیزهایی که این اشخاص نوشتن، من به عنوان آدمی که رفت مدرسه حقوق، اصل و این است این حرف ها صحت داره. یعنی این آدم ها میگن این رژیم اصلاح ناپذیره و در این حرفشون صادقن، مگر اینکه دلیلی پیدا بکنیم که مثلا چه میدونم اینا رفتن زد و بند کردن، نمیدونم چی، مثلا دلایلی بعدا پیدا بکنیم. الان اصل بر صحت حرفایی که اینا زدن نظرات امروزشون اعلام شده شون هست و نظرات با تمدن مدنیت معاصر تطبیق داره، با منافع مردم ایران هم تطبیق داره، اما مکانیزماش مشخص نیست و نبودن همین قضیه، یعنی روشن نبودنش، تنها نمیشه این رو بر نمیتونم اینکه اینا میخوان مردم از تو خیابونا جمع کنن. چطور مردم میخوان از تو خیابونا جمع کنن؟ اولین یکی از اولین آدمایی که به مردم گفت خیابونا رو از دست دادی خانم عبادی بود. ممکنه با خانم عبادی من در فلان نظرش مخالف باشم، اما اینی که نمیتونم فراموش کنم که این خانم یکی از این امضا کنندگان هست که همون روزای اولی که این حرکت و جنبش دیما اتفاق افتاد گفت مردم خیابونها رو چیکار کنن. بعد هم اینا بدون خیابونها چیکار میخوان بکنن؟ بنابراین آره این طرح اشکالاتی داره، ولی اینو مثل برادر مسعود رجبی اینو وصلش بکنیم که اولا همه اینا بدن، فقط دکتر ملکی خوبه، اونم امیدواریم دکتر ملکی اسم خودش اونجا برداره، مثل که دکتر ملکی که از سال 1330 تا الان بارها به زندان رفته، منتظر این هستش که اینا بهش بگن آقا کجا رو امضا بکن کجا رو امضا نکن. بعد هم انواع و اقسام صفات تراشیدن که این نمیدونه، حالا این صفات بعد بهش میرسیم راجع بهش صحبت میکنیم. در هر حال مسئله ای که اتفاق افتاده دو تا جنبه داره. یکی جنبهش اینه که اشخاصی که از درون اصلاح استمرار طلبان آمدن اعلام کردن که ما میخوایم، ما این رو رژیم ولایت فقیه نمیتونه استمرار داشته باشه. کارنامه‌اش 4 تا پاراگراف داره، تو 2 تا از این پاراگراف‌هاش عرض کنم که کارنامه این رژیم شرط دادن. البته به نظر من کم و کسر داره، چقدر مثلا شاید مشکلاتی در درون بود، نمیخواستن به کشتارها توجهی بدن، به این که این رژیم عرض کنم که رکورددار اعدام، همه اینا میدونن بهتر از ما میدونن چون در محل بودن یا کارهای حقوق بشری میکنن، مثل خانم ستوده، مثل خانم، مثل آقای اسکام اخوان که تو اون تریبونال معروف نقش خوبی داشتن، نقش شایسته و گرانقدری داشتن، با آقای مصداقی، با یکی دیگه از همکارای ما آقای حمید سبیل، با خیلی از هموطنان که من الان اسامیشون رو به یادم نیست که بگم، اینا خب کار عظیمی کردن. برای اینا میدونن، اینا با خبر هستن که این آقایون، این آقای پیام خبر بهتر از همه میدونه که اینا رکورددار اعدام در جهان هستن. تو این اطلاعی نوشته نشده یا راجع به کشتارها نوشته نشده، ولی شما یه اطلاعی میخواید دست 15 نفر از خانواده های مختلف سیاسی به دیگه امضا بکنن، هر کدومشون یه سری ملاحظات دارن و این ملاحظات بایستی که تا جایی که میشه رعایت بشه و کار خیلی مهمی بوده. آقای سازگارا عرض کنم حضورتون که آمدن باش مصاحبه میکنم، میگه آقا تو فلان کار کردی، میگه آقا من 3 سال قبل یه کاری کردم، من در 3 سال عوض شدم. حرف بعدی نمیزنه. مگه میشه که مثلا ما بعد از 40 سال برگردیم اونجا، مردمی رو که زیر فشار ولایت مطلقه فقیه زنده باقی موندن رو بگیریم محاکمه کنیم که تو چرا فرار نکردی، مثلا نیومدی خارج کشور؟ مگه 80 میلیون ایرانی و هر کس که کارمند دولت بوده در تمام این مدت توی جایش نوشته که آقا من قلبم با این رژیمه، دلم با این رژیمه، چشمم با این، مگه ما میتونیم اینا رو محاکمه کنیم؟ مگه ما میتونیم اشخاصی رو رفتن آنتیتز به رستاخیز رو میتونستیم بریم اینا رو بگیریم بیاریم بیا چه نوشتیم من عضو حزب رستاخیزم؟ این خلاف مشروطیت بود، خلاف قوانین مملکت بود، نمیتونیم چنین کاری رو بکنیم. اگه اینجوری بود که بعد از جنگ بین الملل دوم عرض کنم بعد از چه میدونم 50 میلیون که کشته شدن، یه 50 میلیون نفر دیگه هم میبایست تو اروپا کشت برای اینکه یارو بقال بوده نسیه داده به سرباز آلمانی، یکی دیگه رانندگی کرده توی عرض کنم که تاکسیش
یا تو کامیونش یا تو اتوبوسش زندانیان گرفته برده این اونور. یه میشه این حرفا حرفای عرض کنم افراطی راحت میشه گفت، خیلی هم خوششون میاد، خیلی ها بزنیم ببریم فلان، این حرفای رادیکالو زدن خیلی اتفاقا خریدار زیاد داره، اما در عمل اصلا بذارید اجازه بدید من برم یه خورده خارج بشم از این بحث عدالت. هم تو ذهن ما یه بحث عجیب و غریبیه، اصلا کلمه عدالت هیچ ارتباطی به حیات اجتماعی نداره. حیات اجتماعی بر اساس مصالح جامعه بشری شکل پیدا میکنه، پس بر اساس محدودیت های و امکانات روی زمین شکل پیدا میکنه. توی این محدودیت ها مثلا چیزای بهتری وجود داره، چیزای بدتری وجود داره. آدم های آرمان‌خواه میرن به طرف چیزای بهترش، آدم هایی عرض کنم که دستراسی ها میخوان همین شرایط موجود نگه داشته باشن. اما اینجوری نیستش که مثلا ما فکر میکنیم که چه میدونم عدالت عبارت از این هستش که هیچ کس عرض کنم کارمند دولت در ایران نباشه، معلوم از کجا نون بخورن. میخوای کارمند دولت بشی باید بری امتحان به ایدئولوژی بدی، از امتحان میکنن تو مدرسه بهت میگن یا امتحان ایدئولوژی بده. خب نمیشه که ما مثلا عرض کنم تو فکرمون بیاریم یه کلمه عدالت مجردی درست بکنیم. عدالت یعنی مصلحت مردم، عدالت واسه مالک یعنی اینکه مستاجر اول برج بره چیشو بده، مال جایشو بده. عدالت برای مستاجر عبارت از اینکه چرا باج باید بده برای اینکه یه سقفی رو سرش باشه. پس بنابراین اینا مفاهیمی هستش که موقعیت‌های مختلف اشخاص به اینا حکم میکنه. اما این برای دولت مردان اینجوری نیست. ممکنه فلان دولت مرد بگه ببین اگه بخوایم خیلی فشار بیاریم روی مثلا حقوق مستاجرین، مالکین سرمایه گذاری نمی کنن، دولت هم پول نداره خونه درست بکنه، قحطی میشه، قیمت مسکن بالا میره و اجاره بالا میره. من نمیدونم، مثال دارم میزنم. بنابراین این مفاهیم مجرد با حیات اجتماعی هیچ ارتباطی نداره. حیات اجتماعی عبارت از محدودیت هایی که در هر یک از جوامع وجود داره و البته بدترین شکلش هست، بهترین شکلش هم میتونه پیدا باشه برای آدمای آرمان‌خواه، بهترین شکلش همیشه مطرحه. حالا عرض کنم حضورتون که توی مسئله اخیرم وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که مثلا حدود حداقل تا جایی خودم گوش کردم، چون علاقمند بودم به این که ببینم این مسئله چیه، تا جایی خودم گوش کردم عرض کنم حضورتون حدود 40-50 تا نظر گوناگون راجع به این مسئله گفته شده، حرفای گوناگونی گفته شده. اولا اطلاعات جدیدی به دست اومده که قبلا نبوده، اون روز چنین اطلاعاتی وجود نداشته. از جمله اینکه آقای سازگارا گفتش، یعنی خیلی چی نگفت، آدم خیلی باهوشی، حرفایی که میزنه خیلی جرده، باید خیلی زحمت کشید بفهمید که عرض کنم که چی میخواد بگه. به هر حال توی حرفاش من متوجه میشم که میخواد بگه که این حرفا این کارهایی که ما داشتیم میکردیم به گوش روحانی رسیده، روحانی یه روز زودتر از ما گفته و ما عجله کردیم، شتاب کردیم، در این شرایط ویژه این قضیه درست شد. منم فکر میکنم این حرف خیلی غلط نیست، برای اینکه یه پروژه همینطور که شما گفتین ناقص دوم نداره این پروژه. همه آدمایی که انتقاد کردنم رفتن روی این قضیه، کسی نیومد نگفت که غالب اینها معذرت میخوان، غیر از مسئول رجوی که گرفت عرض کنم حضورتون داد دست این یک رفیقی داره اسمش حسین کوفی، داد دست حسین کوفی و یه اتحادیه درست کرده، اتحادیه زندانیان علیه مصداقی درست کرده، اول اینا رو جمع کرده علیه آقای ایرج مصداقی، بعدش اینا رو تبدیل کرده به یکی از دستگاهایی که کلیدش دست همین آقای کوفیه. آقای کوفی اومده یک چیز عجیب و غریبی نوشته، اصلا معلومه که نوشته اونه که این سرش توی جیب نمیدونم تاج گردونه، من نمیدونم کی این تاج زاده هستش، این سرش توی وزارت نمیدونم فلانه، این برای تقویت چیه. و به هر حال عرض کنم من بعضی از این کلمات رو نوشتم که کاش که میتونستم پیداش کنم براتون بخونم. عرض کنم که این آقا حرفایی که زده عرض کنم که یکی دوتا ده تا صد تا نیست، خیلی زیاده. و عرض کنم من بعضی از اینها رو یاد داشتم، برام عجیبه که چطور آدم میتونه در برای انتقاد ببین چی میگه. میگه که تو اینو توی اون دستگاه سویچیش، یعنی اون که سویچ رو همیشه بخواد بخش رادیکالش کار میکنه، توی
این نشریه که دست همین توتور چیه این اسمشو همش قاطی میکنم حسین کوفی هستش نوشته که اطلاعیه بسیار مشکوک، ترفندهای حکومت، اتحاد با نایاک، کثیف‌ترین و جنایتکارترین اصلاح طلبان، زمان خریدن برای دیکتاتور، فرجه بزرگ برای آخوند، راهبند مخرب، بازی در زمین ولایت، کوچاندن مردم به داخل خانه ها، درخواست از دکتر بلکه درخواست میکنه که از دکتر ملکی که امضای خوره از پای اطلاعی بسیار مشکوک بردارد. البته دیگرانی هم انتقاد کردن، تند هم انتقاد کردن، ولی این کلمات رو فقط مسئول رجبی میتونه درست بکنه. اینجا هم خیلی خوبه به جایی که بگم خدمتتون، به من اطلاع رسیده است که اینها به کمک خانواده های زندانیان، مادر و پدر پیری که میرن در زندان، اینا رو تحت القاعاتی میکنن که برن به بچه ها تو بچه هاتون بگید مصداقی، روحانی، قسیم، نمیدونم هم نشین بهار، عرض کنم حضورتون، یغمایی، اینا ما وزارت اطلاعات کار میکنن، شما اینا رو محکوم کنید. خوشبختانه تا کنون اونجا موفق نشون، حالا فشارشون رو بردن یه جای دیگه و عرض کنم که فشار میارن به یه عده‌ای که اینا با وزارت اطلاعات، و نفهم هر کسی که این انتقاد بود چه کسی میتونه خلاف نظر برادر مسعود یه نظر دیگه روی زمین داشته باشه، مأمور وزارت اطلاعات هم نباشه، چه کسی میتونه تنها آلترناتیو دموکراتیک رو بگه؟ عرض کنم که فلان کارت رو من قبول ندارم، فلان کارت انتقاد دارم. بلافاصله همین حرفایی رو که زده علیه اینها، ترفندهای حکومت، اتحاد و نایاک، فلان، هر چی دلش میخواد میگه راحت، یه دونه کمپرسی لجن داره میپاشه همه جا، و اینم نمیفهمه که با این کار خودش رو بیشتر به لجن میکشه. شما میتونی انتقاد داشته باشی از آقای مخمل باف، میتونی به آقای سازگارا انتقاد داشته باشی، شاید بپذیرم بگم بله آقا ما اون موقع این کارهایی که کردیم خوب نبود، نمیدونم مگه خودت نشریه مجاهد بخون ببین تو چقدر ضد امپریالیست بودی، الان عرض کنم کجا میری، آقای مکین از کجا میاد، آقای جان بولتون از کجا میاد، آقای جولیانی از کجا میاد، عرض کنم فاکس نیوز از کجا میاد، این آدمایی رو که جمع میکنی عرض کنم هر روز نمایش کارنوال دوستونی از کجا میاد، این چرا اینقدر میخوای ایجاد وحشت کنی؟ نمیدونم این آقای سیامک نادری یه سری اطلاعات داره، ممکنه بگین اطلاعات فلانجاش درست نیست یا اصلا درست نیست، چرا میگی که روان پریشه؟ اولا مگه روان پریش بودن جرمه؟ این آدم از همه شما اقلا از خود رجبی عاقل‌تره، 100% عاقل‌تره، صحبتاش گوش کنیم. درسته که از حیث عاطفی صدمات شدیدی خورده، ولی بسیار وقتی آدم صحبت میکنه لذت میبره از تسلسل و عرض کنم حضورتون از انسجام کلامیش. اون وقت تو به این میگی روان پریش؟ مگه تو نمیفهمی؟ من مگه بارها نگفتم که پزشکان میگن در ایران مردم به علت فقر و گرسنگی و گرفتاری اینا 36-37% بیشترش هم زن خانوم ها عرض کنم دچار مشکل روانی هستن. عرض کنم که همه که مثل تو فولاد نیستن که درن، بعضی هم تو زندگی عادی دارن زندگی میکنن، بیکارن، گرسنن، تحت فشارن، و عرض کنم که حالت فولادی تو اون سنگین وزن سبک مغز رو ندارن که حاضر بگه برای هر کاری، به خصوص برای فحاشی علیه اینو. در هر حال عرض کنم حضورتون که این نظراتی که ما دیدیم در این مدت، غیر از این نظر که بسیار بسیار عرض کنم بیرحمانه، وحشیانه، فقط برای ایجاد ترس بوده، عرض کنم که من یک خلاصه ای از اینها رو یادداشت کردم، بعضی از اینها رو توی روزنامه، توی این سایت عصر نو، یک آقای به اسم ارژنگ بامداد سوال میکنه که با کدام نیرو آیا میتوانید عرض کنم این کار رو انجام بدید. بعد هم همونجا آقای پیام اخوان رو سنجاق میکنه به شیوخ عرب وزارت خارجه آمریکا. عرض کنم که این آقا رو سنجاق نکرده، یکی دیگه به وزارت اطلاعات از مسئول رجبی عقب افتاده.
البته این حرفش درسته که مکانیزمش کجاست، ولی چه لزومی داره که با چه سندی همچین حرفی رو شما ها میزنید؟ آقای ارژنگ بامداد، من که شما رو نمیشناسم، میتونی بنویسی آقا با کدوم نیرو میتونی این کار بکنی، با چه مکانیزمی میتونی؟ ولی فحش دادن به یک عرض کنم حقوقدانی که هیچ گناهی غیر از تلاش برای دفاع از حقوق بشر مردم ایران کرده، چه فایده ای داره؟ این عرض کنم حضورتون که همینجور که میخونیم این چیزها رو میبینیم که یکی ازش میگه که آقای پاراسی، جالبش اینه، یه چیز جالبی که اتفاق افتاد این که درست همین روزی که آقای قدیانی که البته سوابق طولانی در ارتباط با این رژیم داره، اتفاقا به نظر من همین سوابق طولانی داشتنش برایش سخت‌تر کندن و این کندنش از این جنایتکاران کار مهمیه، کار مهمی کرده، اتفاقا همون روزی که این اطلاعیه در آمده، یک مقاله آقای پرویز دستمالچی، روشنفکر شناخته شده نویسنده، آمده نامش رو که تموم میکنه این میشه که از این توصیه میکنه، بسیار منطقی بودش که از این باید از این حکومت ببرید، برای اینکه اسم این رو گذاشته کجراهه و اشاره میکنه به 19 به اطلاعیه‌ای که در 14 بهمن یعنی یک هفته قبلش، قبل از امضای این سند، این آقا نوشته بود، بازم نصیحت کرد، یعنی تو یه هفته قبل این آقا فکر میکرد، حالا من نمیدونم این سند جدیه یا نه، ممکنه فردا بیان بگن این سند جدیه و این اصلا هم چیز سندی وجود نداره، چون الان این حرفایی که از شما میشنوم اطلاعات جدیدیه، من بر اساس اطلاعاتی که تا الان دارم صحبت میکنم. در هر حال عرض کنم که این تاریخ رفراندوم وقتی در ایران نگاه کنیم، ما 5 تا رفراندوم داریم. اولین رفراندوم، رفراندوم دکتر مصدق بود برای انحلال مجلسی که دیگه اکثریتی نداشت، نمیتونست تصمیم قانون گذاری بگیره، و ثانیا عرض کنم حضورتون که علاوه بر اینکه نمیتونست تصمیم قانونی بگیره، چوب لای چرخ دولت میگذاشت و دکتر مصدق با استفاده از قانون اختیاراتش رفراندوم انجام داد. 2 مقاله در این مورد نوشته شده که از بهترین مقالاتی هستش که به لحاظ حقوقی نوشته شده. یکی رو آقای دکتر توفیق، توفیق روزنامه‌نگار بزرگ ایرانی، استاد بزرگ، حقوقدان بزرگ نوشتن، یکی هم آقای پزشکزاد، نویسنده بزرگ و حقوقدان نوشتن. آقای پزشکزاد علاوه بر دیپلمات بودن حقوقدان، هم سابقه کارم در دادگستری داشتن، ایشون هم یه مقاله نوشتن در مورد قانونی بودن این کاری که مصدق انجام داد. اما بعدن ما 3 رفراندوم دیگه داریم، 4 رفراندوم دیگه داریم. یکی از این رفراندوم ها عرض کنم که رفراندوم انقلاب سفیده، اعلیحضرت میخواست ماموریت برای وطنش انجام بده، قانون اساسی رو لگدمال کرد، رفت عرض کنم حضور تو انقلاب سفید انجام داد، در حالی که این کار مربوط به ایشون نبوده، دخالت ایشون تجاوز از حقوق اساسی کشور بوده، رفته انقلاب شاه و ملت کرده و ماموریت به قول خودش انجام داده. بعدش رفراندوم 12 فروردین 58 است، همون رفراندوم کثیف که خمینی در برابر مردم ایران با سوء استفاده از عواطف مذهبی مردم آمده و گفته بین سلطنت و جمهوری اسلامی کدوم میخواین، بدون اینکه احزاب دیگه حق داشته باشن، دخالت داشته باشن، قواعد رفراندوم وجود داشته باشه. اینم به قول عرض کنم که کابینه اون زمان که گفتن که نمیدونم 99% رای دادن، 1% رای ندادن، 1% هم بی‌حیا بودن. اون آقای دکتر هزارخانی که من میشناختم اون زمان یک مقاله نوشته بود به اسم ما 1%های بی‌حیا، و به این آقا که رئیس حقوق بشر کشور بود گفت بابا 1%ی هم حق نفس کشیدن دارن، تو آقا رئیس حقوق بشری، یعنی مخالف حق حرف زدن داره. به هر حال رفراندوم بعدی رفراندوم ولایت مطلقه فقیه بود، باز هم کسی اجازه حرف زدن نداشت، سفارت آمریکا رو گرفته بودن، هر کس حرف میزد نوکر آمریکا بودش و حزبی وجود نداشت، همه رو این آقا از بین برده بود. بعدیش یعنی رفراندوم پنجم هم که اخیراً
بوی گندش جهان رو گرفته، همین زد و بندی که تو مجلس خبرگان خودشون کردن و خامنه ای را آوردن که حالا فیلماش هم در آمده، معلوم شد که اساسش زد و بند و دروغ و کلک بوده اونجا. و بعد هم تو همون ولایت مطلقه فقیر رو تبدیل کردن به ولایت فقیر، رو تبدیل کردن به ولایت مطلقه فقیر، که باز هم همونطور که گفتم این ولایت مطلقه فقیر رو نمیشه با رفراندوم از بین برد. من حالا دوستان حقوقدان، همکاران حقوقدان، بدون اینکه اون جسارتهایی رو که دیگران کرده باشن، با کمال احترام منتظرم که اگر این سند جعلی نباشه بیان و بگن چجوری، با چه وسیله‌ای، با چه امکانی، چجوری ملل متحد دخالت کنه. ولی به عنوان یه منم اون شب گفتم، تأکید کردم، به عنوان یه شعار تاکتیکی خوبه، برای اینکه اشخاصی که امضا کردن، بخش مهمی از این اشخاصی که امضا کردن اشخاصی بودن که در استمرار، جز استمرار طلبان، یا به قول خودشون جز اصلاح طلبان بودن، آمدن گفتن این اصلاح شدنی نیست. و این کار خدمت بزرگی بود، به خصوص برای بدنه، عرض کنم حضورتون، همین رژیم. چرا؟ برای اینکه بدنه این رژیم، آقای مصداقی مطالعه کردن، فکر کنم جزئیات الان من به یاد ندارم، ایشون به آرایی که در پادگان ها گرفته شده، در پادگان های سپاه گرفته شده اشاره کردن و گفتن که این اصلاح طلب ها بیشترین آرا خودشون از توی پادگان های سپاه میگیرن. وقتی که تو دستگاه سرکوبی بری نگاه بکنیم، میبینیم تو پادگان های سپاه میگیرن. بعد هم دیدیم رهبر تاریخی اصلاح طلب ها در مقابل این مردم چه کرد. آمد برای نعلین بوسی خاتمی بدو بدو آمد، روحانیون مبارز جمع کرد که نیروهای سرکوبی رو تشویق کنه که برید اینها رو سرکوبی بکنید، مردم دیمار رو سرکوبی کنید. بنابراین معلومه که این شرایط، عرض کنم حضورتون که یه شرایط نامتعینیه و توی این شرایط نامتعین ممکنه که من اشتباه بکنم یا دیگری اشتباه بکنم، ولی معناش این نیستش که هر عملی هر کسی خلاف میل من کرد حتما این آدم خائنه، حتما نمیدونم نایاک اینو فرستاده، حتما وزارت اطلاعات فرستاده. این کار خلاف مساله بزرگ مردم ایرانه، خلاف مهمترین پرنسیپ های حقوقی، یعنی خلاف اصل صحت مردم. وقتی حرفی میزنن اصل برای اینه که مردم حرفی که دارن میزنن بهش اعتقاد دارن، حرف درستیه، مگر اینکه سندی عکسش پیدا بشه. چه ارتباطی هست بین نایاک و مثلا خانوم عبادی، آقای پیام اخوان، خانوم ستوده، آقای ملکی؟ حالا آمدن آقای ملکی رو میگن خواهش میکنم تو برو کنار، اونم نه از زبون خودش، از زبون عرض کنم تو حسین کوفی که کلیدش دست شخص مسئول رجبی. این حرفا دقیقا حرفایی هستش که مسئول رجبی دیکته میکنه و اینها عرض کنم حضورتون پشت سرش حرکت میکنن. ببینید، من یه مقاله خیلی خوبی از آقای بهروز سورن خوندم که عرض کنم میگه که باید مردم درخواست حذف کلیت این نظام رو داره، اما آیا این بدنه اصلاح طلبان رو منفعل میکنه یا نه؟ سوال میکنه. من معتقدم که منفعل میکنه و فعال میکنه به نفع، به ضرر رژیم. از یه طرف منفعل میکنه به داخل رژیم، از یه طرف هم بعد هم مسئله امر سیاسی. در امر سیاسی قضاوت های ماهیتی و ایدئولوژیکی نمیشه کرد. در ائتلاف ها نقاط وحدت وجود داره و نقاط اختلاف وجود داره. مسئله عبارت از اینه که آیا، به نظر من مسئله عبارت از اینه، آیا این اشخاصی که این سند رو امضا کردن میتونن به تفاهمی برسن که به کمک خیابان بره، یا اینکه که این مکانیزمی رو در نظر نگرفته و چرا در نظر نگرفتن و حالا چه خواهند کرد؟
عرض کنم حضورتون، آقایی ازش به اسم آقای ابوالفضل محققی یک مقاله نوشته، آمده گفته که من نقاط ضعف اینو میدونم ولی فوایدی هم داره، بریم به اینا کمک کنیم، حمایت کنیم. گفت من عرض کنم تقریبا روی عنوانش هم شاید باشه من حمایت میکنم. عرض کنم حضورتون که در بین اینها میبینیم که آقای نوریزاد میگه روحانی شوخی میکنه، میگه من رفراندوم میکنم، اما ما کاملا جدی هستم، اما نمیگه چه جوری. نوریزاد خودش امضا کننده هستش. بعد میگه جمله ای که میگه یه خورده روشن میکنه، میگه جمهوری اسلامی فرو ریخته، چاره ای به جز رفراندوم نداره. چرا؟ کی اتفاق افتاد که یک عرض کنم نمیدونم، آقای نوریزاده باید به این یه جوری پاسخ بده دیگه. چاره ای نداره چرا؟ مگه تا الان اتفاق افتاده که یه دیکتاتوری وقت میخواد بره بگه بیاین من رفراندوم میکنم؟ اصلا رفراندوم که دیکتاتور میکنه چه معنا داره؟ قواعد رفراندوم ها چی میخواد بنویسه؟ کی میخواد اجرا بکنه؟ آخه مسئله تنها صندوق رأی و مردم کشوندن به چی نیست، باید چی آدمایی باشن نظارتی بکنن، دستگاهی وجود داشته باشه بین موافقین و مخالفین، یه تعادلی وجود داشته باشه، کسی حرف بزنه. برای اساس رفراندوم این است که آزادی بیان وجود داشته باشه، مردم بتونن تو احزابشون جمع بشن، موافق مخالف. چه جوری؟ چاره ای ندارد؟ آره منم میدونم چاره ای نداره، اما چه جوری؟ با چه مکانیزمی؟ عرض کنم که یک آقای مخمل باف هم توی این مصاحبهش که برای من مصاحبه عجیب و غریب بود، من فکر میکردم که این آدم بعد از سالها که این طرف بوده از عرض کنم محسن چریک تبدیل شده مثلا به یه آدم معمولی مثل خود من، ولی آقا مثل این که گفته اگه مثلا پسر شاه بخواد بیاد من میرم میشم چریک، محسن چریک میشم دوباره. البته منم میدونم، خودشم میدونه که اما موقعیت اجتماعی اقتصادی این چیزا دیگه بهش اجازه نمیده که این عرض کنم لباس چریکی بپوشه. ولی فرضش هم بکنیم حرف غیر دموکراتیکه، شما چی کار داری؟ این آقا مدعی نیست اصلا که آقای بیژن فرهودی توی همین بیان، توی این تلویزیون بیان یه مصاحبه داره، اصرار میکنه به پسرش که آقا تو چرا نمیخوای رهبر بشی؟ آقا میگه آقا من اصلا نمیخوام رهبر بشم، من با این کارا مخالفم، من اصلا ادعای قدرت ندارم، ولی عرض کنم سلطنت طلبا میخوان به زور این آقا شاه بشه، مثل این که رژیم میخواد به زور مردم ببره بهش، این آقا رو میخوان به زور من شاه کنه. میگه آقا من نمیشم. راستم میگه یا فعلا راست میگه، برای اینکه توی جامعه متمدن زندگی کردیم میدونه که نمیدونم سلطنت ودیعه ایست الهی که از طرف خداوند به وسیله نمیدونم مردم ایران تا ابد در خانواده پدر میخواد. یه حرف بی اساسیه. آدم مدرنی میفهمه که این حرف بی اساسه، ولی میگه ادعایی ندارم. بی خود این آقای محسن چریک تهدید میکنه که عرض کنم که توی بی بی سی تهدید میکنه که اگه این آقا بخواد بیاد من محسن چریک میشم. به هر حال بگذاریم، آقای شریعت مداری که خب سال هاست جزء همین اصلاح طلب ها هستن، که از مهمترین آدم هایی هستن که تو اصلاح طلب ها هستن و حالا قطع امید کرده و ما به ایشون تبریک میگیم این قطع امید کردنشو، میگه که گول روحانی را نخورید، رفراندوم تنها راه نجات از جمهوری اسلامی، گول روحانی را نخورید، به صدای آمریکا میگه. عرض کنم که اون چیزی که مهمه این استش که اینها به رژیم لطمه وارد کردن به این ترتیب، اینش مهمه. بجای اینکه اینا مثلا میتونن بکنن این کار رو، نمیتونن بکنن یه امر دیگه ایه، ما نمیدونیم اینا چه جوری میخوان این کار رو انجام بدن. من خودم اهمیتی که به این قضیه میدم اینه که یک بخش های بسیار مهمه شناخته شده اصلاح طلب ها، البته همه اینا اصلاح طلب نبودن، این حقوق دانا رو من جز اصلاح طلب ها رو نمیذارم، یا مثلا آقای نوریزاد یا آقای دکتر ملکی که عرض کنم 66 سال سابقه فعالیت و زندان و دفاع از آزادی رو، من ایشون جزء اصلاح طلب، ولی به هر حال بخشی از اینا از اصلاح طلبای سرشناس بودن
اینا آمدن گفتن نه این اصلاح شدنی نیست و این تأثیر داره در اون جامعه. اگه تأثیر نداشت تو خارج کشور تا الان 50 تا مصاحبه و نمیدونم گفتگو اینا نمیشد. چرا؟ برای اینکه مؤثره. چرا نمیان به سراغ من با من مصاحبه بکنن؟ چرا به سراغ آقای مصداقی نمیرن با آقای مصداقی مصاحبه کنن؟ چرا؟ برای اینکه شاید اگرم که در حمایت اینها عملی که اینها میکنن عرض کنم که فوائدی وجود داره برای تضعیف این رژیم. شاید مال ما رو مثلا تند میدونن، میخوان نمیدونم کندتر حرکت بشه، نمیدونم سیاست خارجی چی کار میکنن، ولی این حرف به نفع مردم ایرانه. همینقدر که ما بتونیم از چنگ تشیع انقلابی در بریم، بلافاصله وحدت ملی ما تقویت میشه. چرا؟ برای اینکه جنگ فرقه شیعه و سنی و محدودیت تبعیض‌آمیز زشت و کثیف علیه هموطنان سنی ما غالب اینام تو مناطق فقیرنشین و حاشیه مرزهای ایران هستن، این از بین میره و این کمک میکنه به وحدت ملی ما، به یگانگی تمامیت ارضی ما کمک میکنه، همسایه های ما راحت میکنه. چرا همسایه های ما راحت میکنه؟ برای اینکه همین امروز خوندیم این آقای عجوبیلی تو این کنفرانس معروف مونیخ آمده گفته ما داریم فشار میدیم آخونده رو که تغییر رفتار بدن. بنابراین اینا دنبال این ماجراجویی نیستن. اونیه که خواب میبینن که عربستان سعودی چون به اینا کمک مالی میکنه و امکانات در اختیارشون میذاره، میان عرض کنم که خطر جنگ رو میپذیرن. اینا اشتباه میکنن. علاوه بر این که علیه مردم ایران و منافع مردم ایران عمل میکنن، اشتباه میکنن برای اینکه اونا از اینا استفاده میکنن برای اینکه رژیم ایران بترسونه، رژیم ایران اینا رو کمتر آزار بده. توی عرض کنم یمن، توی سوریه، توی نمیدونم لبنان، توی فلسطین، توی عراق، توی افغانستان مشکل ایجاد نکنه. میخوان آخوندا رو به راه راست هدایت. آقای عجوبیلی دیگه دروغ نمیگه که، راست میگه آقای عجوبیلی. حالا اینکه یک آقای دیگه به اسم آقای محمد شوری که همکار شماست و غالبا امضا میکنه، عرض کنم حضورتون، روزنامه‌نگار بیکار و بسیار زبان قشنگی داره، من خوشم میاد، جملات کوتاه داره، آدم خوشقلمیه، من لذت میبرم از خوندن مطالبش، عرض کنم حضورتون که شلاق رو کشیده و آمده گفتش این اپوزیسیون داره آش رژیم، معنیش اینه کار این اپوزیسیون به هم دردن دیگ است، نریختن عرض کنم در سطح آشغال. بعد حرف درستی میزنه، جمله درستی میشه. من به این جمله‌ای که ایشون نوشته خیلی علاقمندم. اگر توانست افکار عمومی را در کف داخل گیومه، این جمله شد، خیابان استمرار دهد، رفراندوم هم تحقق خواهد یافت. بعد هم میبینیم خانم ستوده میگه من نمیدونم این رفراندوم قبل از سرنگونی میشه، بعد از سرنگونی میشه، و این آدم امضا کننده این سنده، بنابراین این سند احتمالاً کافی نیست، ولی این سند سند بدی نیست، سند زشتی نیست. اینو نایاک به این آدما نداده، اینو نمیدونم وزارت اطلاعات نداده به اینا، این رو چی میگن اسمش گفته تاج‌زاده به اینها نداده. این حرف حرف مهمیه که میگن این رژیم اصلاح قابل اصلاح نیست، حرف مهمیه، هدیه بزرگیه به اپوزیسیون، باید قدر این حرف رو دونست، باید تقویتشون کرد. حالا آقای مسعود رجبی، ارتش آزادی تو کجاست؟ چجوری میخوای اینا رو تیک و پاره کنی؟ آخه گفتی امسال سال خون است، خمینی سرنگون است. عرض کنم چند سال بایستی این سال خون ادامه پیدا کنه؟ و چقدر چک بلا محل کشیدن کافی نیست؟ هنوزم تو آلترناتیو دموکراتیک هستی؟ برای اینکه چهار تا قلم کش داری میتونی وحشت ایجاد بکنی؟ بس نیست؟ کافی نیست؟ ظلم نیست این کار، ستم نیست این کار، همینجور از دم مردم نوکر نایاک میشکنی، بلا فاصله به من از این تصمیم گرفتی بایستی قلم کشات رو را بندازی دنبال
عرض کنم حضورتون، ترسوندن و ایجاد ترس در اینو فایده داره این کار. میخوای من از همینجا از دکتر ملکی استدعا کنم، از دکتر ملکی که مداخله کنه که خانواده های زندانیان سیاسی، خانواده های عرض کنم که توی قلعه آلبانی هستن بتونن بچه هاشون رو ببینن؟ آی دکتر ملکی چنین استدعایی رو خواهد پذیرفت؟ زشت نیست میری تو ایران آزادی خواهان رو میخوای به وسیله گریه و زاری خانواده های بیچاره شهدا که اینها رو آلت دست قرار ابزار میکنی علیه دیگران سند جمع بکنی؟ بد نیست این کارها، زشت نیست این کارها، این به نفع توه، این به نفع مردم ایرانه. اگه آقای جان بولتون بتونه حرکت بکنه چیزی به تو نمیرسه، مطمئن باش. یه جنرالی رو پیدا میکنه، عرض کنم که یه پرچم ایران میذاره رو دوشش با یه شیر خورشید وسطش، سرود ایران هم میخونن، عرض کنم ریشاشون هم میتراشن، و تو بایستی که باز هم به همین بلوف زدن ها و فحاشی ها و اینا ادامه بدی تا عرض کنم که زنده هستی، هرچند بعضی میگن اصلا زنده نیستی. آقای بهرام خراسانی خوشحاله، یک آقایی هست مقاله نوشته، مقاله مفصل اینم نوشته، خوشحال از این کار رو خود روحانی رو انجام میده، میگه پیشنهاد حسن روحانی را سرسری نگیریم، در حالی که ما میبینیم که رهبر، همین رهبر جمهوری اسلامی دیروز زد تو پیش که اگه از منم انتقاد داری زد تو دهن، از منم انتقاد داری پای جمهوری اسلامی بیست. جمهوری اسلامی اساسش بر فصل الخطابه، در این است که یک کسی اون بالا هستش به شما دستور میده، شما دستورتون رو انجام میدین، مساله نظام رو اون تشخیص میده، شماها نیستید. در هر حال عرض کنم حضورتون که این بحث هایی که ما داریم میکنیم در این مورد دلیل اهمیت مسئله هستش. چرا اهمیت داره؟ برای اینکه میبینیم برزخ مرزهای مصنوعی بین این آقای شریعت مداری هم گفته، این جمله ایشونه، برزخ مرزهای مصنوعی بین داخل و خارج برای اولین بار شکسته شد. راست میکرد، میگه ما عبور مسامحت آمیز میخوایم، ما هم میخوایم، اما عملی نیست. این کف خیابون هست که این قضیه رو تنید توی همه حسنیت داری. چه کسی بهش میخواد که مملکت به خون کشیده بشه؟ مثلا این دراویش دلشون میخواد که برن اونجا کشته بشن، بزننشون. دراویش میرن میگن آقا عرض کنم حضورتون زندانی ما رو آزاد کن. این رژیم هست که مرد خشونت رو به مردم تحمیل میکنه. اون کاری که مردم میکنن، اون چیزی که تو اعلامیه جهانی حقوق بشر نوشته شده، قیام علیه ظلم، یا ما قانون اعلامیه جهانی حقوق بشر قبول داریم یا قبول نداریم. اگه قبول داریم مردم هم حق دارن قیام کنن علیه ظلم. بنابراین همه مسامحت آمیز، مدال مسامحت آمیز تنها به عرض کنم که زیبنده ایشان نیست، زیبنده ما هم هست. بیش از همه، بیش از آقای مهندس شریعت مداری، زیبنده عرض کنم تمام حقوقدانان ایران ما کی خلاف قانون عمل کردیم؟ ما همیشه قواعد قانونی رو رعایت کردیم. مثلا همین خانم عبادی قوانین رعایت نکرد، قوانین رژیم رعایت نکرد، رعایت کرد. همین الان آقای نجفی در عراق زندان، یک ماه بایستی تو زندان باشه، حالا بعضی ما معلوم نیست بدش بکنن، با چندین نفر دیگه، برای اینکه میگه این آقای حیدری عرض کنم که خودکشی نکرده، این آقا عرض کنم حضورتون سرش شکافته شده طرف چپش، وکیل دادگستری زندان کرد. چه آقای نجفی چه کار خلافی کرد؟ کجا خشونت کرد؟ کجا دیگه از کاغذ و قلم مسامحت‌آمیزتر چیه؟ بنابراین آقای شریعت مداری امیدوارم صدای منو بشنوه که مردم اهل مسالمتن، این رژیم ها هستند، رژیم ولایت مطلقه فقیه صاحب رکورد اعدام طی 40 سال گذشته در جهان، طی 39 سال گذشته در جهان، اون آدمی، این اون رژیمی که زندانیان رو از زندان گرفته برده، صد هزار کشته، اون رژیم طرفدار مسالمت نیست،
دشمن مسالمته. بنابراین خواهش میکنم این مدال رو به همه اپوزیسیون بدین، همه اپوزیسیون طرفدار عرض کنم حضورتون مسالمته. مگه مجاهدین دست به اسلحه برده بودن روز 30 خرداد؟ کی دست به اسلحه برد؟ کی برد؟ خمینی برد. خمینی رو مردم تحمیل کرد. البته امروز عده‌ای میگن که محاسبات نظامی آقای رجوی غلط بوده و ناچار شده که فرار بکنه، میدان رو ترک بکنه، فرار بکنه و همون کارهایی که بعدن کرده تابع همون تصمیم اشتباهش بوده. تعادل قوا وجود نداشته. من که در میدان نبودم، من عرض کنم به دلیل اینکه وکیل بودم تو چند پرونده، عرض کنم انجام وظیفه کردم مسالمت‌آمیز با کاغذ با قلم نوشتم آدم نکشید، عرض کنم حضورتون فراری بودم اون موقع، در ایران نبودم ببینم. اونایی که تو ایران بودن دیدند که بچه ها رو بدون چی دیدن، بدون بچه های کوچیک 14 13 15 ساله 12 ساله حتی بدون احراز هویت کشتند. پس بنابراین مردم مثل خود جناب والی طرفدار مسالمتن. این جنایتکاران حاکم بر ایران هستن که دشمن مسالمتن و در مقابل دشمن مسالمت نمیشه فقط فرار کرد، یک کار دیگه هم میشه کرد، میشه مقاومت کرد. با اون مقاومت علیه ظلم و مردم توی کف خیابون ها اگر آمدن برای با مسالمت کنن، این رژیم هست که تحمیل میکنه اینها قیام کنن علیه. البته من امیدوارم که با اعتصاب های سراسری که از جمله خود اینها میتونن مردم رو دعوت کنن. الان جبهه ملی درخواست عرض کنم حضورتون که تظاهرات کرده. خب شما هم حمایت کنید، در این روز بگید آقا جبهه ملی میخواد اونجا حرف بزنه، مردم ما میخوایم بیایم حرف بزنیم که رفراندوم هم برای این کار خوبه، چه میدونم، و پیشنهادات خودتون دقیق بکنید بفرستید، ما هم میریم با جبهه ملی در اون روز میخوام بریم اونجا چی بکنیم. اینا مگه جبهه ملی؟ مگه این عرض کنم که پیشکسوتای من توی جبهه ملی مگه اهل دشمن مسالمت هم؟ اونا میخوان مسالمت بکنن. دشمن مسالمت این رژیم دشمن مسالمته. بنابراین عرض کنم که این صحبت هایی که آقا میکنه که عبور مسالمت ها میخوان، ما میخوان اگر بشه خیلی خوبه. میگن رفراندوم با نظارت ملل متحد، عملی نیستش. نه حقوق، برید از آقای پیام اخوان سوال کنید، نه حقوق داخلی ایران اجازه میده، برای اینکه این بایستی تا ظهور امام زمان اینا باید بمونن. اینا تاریخ انجام مأموریتشون تا ظهور امام زمان تو قانون اساسیشون نوشته. اینا نمیتونن. اگه شما ولی فقیه بودید نمیتونید بر اساس قانون اساسی چنین کاری بکنید. اگه ولی فقیه چنین کاری بکنه سپاه پدرش در میاره. چرا سپاه پدرش در میاره؟ بیا گفتن که مقامات نظامی نبایستی در امور عرض کنم تجارت و کسب و اینا باشن، میان مسخره میکنن رهبر خودشونه، برمیگرده یکی از اینا که فرمانده یه نمیدونم خاتم الانبیا هستش میاد میگه که ما دخالتی در کار اقتصادی اینا نداریم. ما عرض کنم حضورتون که 30,000 میلیارد تومان از دولت طلبکاریم، دیویس هزار تا نونخور داریم، آدم برای ما کار میکنن که از این دیویس هزار تا 1% رسمی هستن، بقیهش هم مال پیمانکارا هستن. اگر کارد خامنه ای میبری اونجا میبری، اونجا نمیبره. خامنه ای هم اگر بخواد سپاه نمیذاره. چرا نمیذاره؟ برای اینکه کجا برن بهتر از این بتونن دزدی بکنن، میلیاردر بشن، آدم بکشن. همین الان نگاه کنید در همین پرونده قتل آقای سید امامی، اولا کشف کردن که مادر این دختر مظفر، مادر بزرگ این دختر مظفرالدین شاه بود، 120 سال پیش حجاب درستی هم نداشت. همین امروز کشف کردن که مادر پدر این مادر بزرگ پدر این آقا عرض کنم که دختر مظفرالدین شاه بود، رفتن عکسشو دیدن، عکسش اسلامی نبود، از غیر اسلامی بود. بعد چون انواع و اقسام ارتباطات پیدا کردن که نمیدونم
این یکی سناتور بود، اون که چی بود فلان بود. حالا دلیلش چیه؟ دلیلش اینه احتمالا اینها عرض کنم حضورتون که هیچ اطلاعاتی رو از کثافتکاری های سپاه دارن، از کارهای شیمیایی سپاه دارن که اینا ترسیدن نکنه این اطلاعات این و اونور به رفتن اینا رو دارن. عرض کنم که میارن، من فکر میکنم همین روزان باید اینا رو بیارن تو تلویزیون بگن که مادر پدر این خانم در ایام مظفرالدین شاه چارقد نداشت، برن اثبات بکنن که چارقد نداشت. اینا نوکر همینجور که برادر مسعود همه رو وصل میکنه به نایاک، اینا وصلش بکنن به نمیدونم سازمان سیاه و نمیدونم سازمان سفید و پرونده سازی بکنن. در هر حال عرض کنم حضورتون که کسی هم نمیتونه حرف بزنه. مجلسی ها متحری میگه که ما نمیتونیم درخواست بکنیم، ما فقط میگیم از وزارت اطلاعات درخواست کنیم که چرا این اتفاق افتاده. راست هم میگه، برای اینکه این رو سپاه دستگیر کرده، سپاه جز احبابگمی رهبر نمیشه دخالت کرد. دستگاه عدالت سپاه حتی زیر نظر لاریجانی هم نیست، مستقیم به رهبر وصله، بنابراین اینا نمیتونن دخالت بکنن. همین الان شما نگاه کنید، آمدن رئیسه، آخه شوخی نیستش این که یه آقای حقوقدان که حقوق دریایی خونه در استراسبورگ فرانسه، فارغ التحصیل دانشکده حقوق دانشگاه تهران بوده، رئیس دانشکده صدا و سیما بوده، این آقا با همسرش گرفتن بردن اعدام کردن، تازه صداش در میاد که اینا رو مثلا چه میدونم 20 روز پیش اعدام کردن. چرا اعدام کردن؟ وکیلشون کی بود؟ همین الان 150 تا وکیل دادگستری آمدن میگن آقا اجازه بدین این اشخاصی که اینا شما دستگیر کردین ما بیایم از اینا وکالت اینا قبول کنیم. نمیتونن بکنن. چرا؟ برای اینکه طبق تفسیری 48 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری بایستی وکیلی که متهم در پرونده های سیاسی انتخاب میکنه بایستی این وکیل مورد تصویب رئیس قوه قضایی قرار بگیره. میدونید یعنی چه؟ یعنی اینکه وکیل متهم رو بایستی طرف دعواش انتخاب بکنه. مثل که من مثلا برم شکایت بکنم به یک که بگم فلان کس مثلا که من لگت زد پام شکست، یا مثلا با ماشین من رو صدمه زد، اتومبیل من صدمه زد، و تو قانون بمیسن که هر کس تصادف کرد بایستی که کسی که متهم به تجاوز از مقررات راهنمایی هستش بایستی وکیلشو قربانی تعیین بکنه، یعنی طرف دعوا تعیین کنه. ببینید ما رو به کجا رسوندن، مفهوم دفاع رو به کجا رسوندن. وکیل دادگستری میره میگه آقا این آدم رو نکشید، این آدم رو عرض کنم خودکشی نکرده، نمیدونم این آدم رو زدن سرش هم زخمه، میگن تو کار امنیتی کردی و نمیدونم ده تا هفت تا هشت تا براش چی درست کردن؟ هفت اتهام درست کردن که نمیدونم با بیگانگان سر کار داری، جاسوسی فلانی، حالا ببینیم تا چه میشه. حالا به هر حال آقای موسی حاتمیان در یک مقاله که مینویسه میگه که استناد میکنه به مصاحبه خانم ستوده با رادیو فردا در مورد رفراندوم، میگه که باید رفراندوم ملل متحد بکنه، اگر تن بدهد، این آقای موسی حاتمیان میگه حرف خوبی این حرف، اگه تن بده میبازه، اگه تن نده میبازه. البته من اینجوری نگاه نمی کنم، من عرض کنم حضورتون که اصلا غیر ممکن میدونم چنین چیزی رو. درست مثل این که به یه شخصی بگی که آقا تو عرض کنم بیماری سرطان، مثل به خود خامنه‌ای بگی سرطان داری، برای این که نمیری برو خودکشی کن. عرض کنم که از ترس مرگ کسی به کسی رو تکلیف بکنیم که برو خودتو بکش و الا تو مردنی هستی، و چنین چیزی عملی نیستش که. حالا توی این نظریاتی که نگاه میکنیم میبینیم که
اشخاصی آمدن به همین نبودن مکانیزم برای این بیان آمدن بهش اشاره میکنن. حرفشون هم درسته، میگن با کدوم مکانیزم شما میخواین چنین عملی رو انجام بدین؟ اصلا آیا چنین چیزی قانونا عملی هست؟ نیست. با رفراندوم تا کنون در ایران هیچ رژیمی رو عوض نکردن. اون رفراندوم که خمینی کرد خلاف مقررات بود، اینکه رفراندوم باید قانون داشته باشه که آقا مثلا چه کسی انجام میده، چه کسی هیئت نظارتیه، چه جوری بین افکار مختلف تعاطی نظر انجام میشه، نمیدونم مردم چجوری میتونن تبلیغات بکنن، کی میتونه بگه آره، کی میتونه بگه نه. بعد هم ما در کشوری هستیم که همه چیز بدون استثناء به اراده رهبر متکی است، به اراده رهبر، به اراده مردم ارتباطی نداره. رهبر هم اجازه نداره از نظر قانونی که این کاری رو بکنه. بنابراین عرض کنم حضورتون که این که این که آقای مسئول رجبی بگه که فرجه بزرگی برای آخونده ایجاد کردن، همچین چیزی نیست. این احتمالاً حد اکثر کاری که میتونه بکنه، عرض کنم بدنه این رژیم رو ریزش رو در بدنه این رژیم تعمیق کنه، این شکافی که تو بدنه این رژیم هست تعمیق کنه. این نمیتونه برای این رژیم فرجه ایجاد کنه، این نمیتونه راهبند مخرب محسوب بشه. چرا میگین راهبند مخرب آقای مسعود رجبی؟ چرا اشخاصی هستن که فکر میکنن این آدم ها تصمیم گرفتن که مردم رو به خونه هاشون برگردونن؟ چه دلیلی برای چنین حرفی وجود داره؟ این طرح میتونیم بگیم طرح کاملی نیست، طرحی هستش که مشکلاتی داره، نواقصی داره. این اشخاصی هم که آمدن راجع به این طرح صحبت کردن، هیچ کدومشون نگفتن که آقا این کار کامل، کافی، خوبه، حد اکثره. ما میبینیم که در درون رژیم هم شدیداً آمدن مخالفت میکنن. سید احمد خاتمی آمده اولا روحانی رو وعظ کرده به این 15 نفر. خب احمد خاتمی آدم شناخته شده ایه، کار خودش داره میکنه، میگه که اینها با روحانی به یه شکلی همدستن. اما چی برمیگنه میگه؟ میگه هرگز با آرزوی همه پرسی نخواهید رسید. چرا؟ برای اینکه مخالف منافعشونه. پس بنابراین راهبند مخرب نیست، حداقل از نظر شعار تاکتیکی و نه استراتژیک. چون به نظر من این عمل اصلا امکان پذیر نیست از شاید، مگر اینکه اتفاقای عجیب غریب بیفته که الان ما نمیدونیم اون اتفاقات چیه، کی میتونه بیفته. در هر حال میگه که میخواهند سفره اسلام و ولایت فقیه را با رفراندوم جمع کنند. این دوتا رو به هم سنجاق میکنه. در همینجا ما نگاه میکنیم میبینیم که در درون رژیم هم اینها دست پاچه هستند و احساس میکنند که مورد حمله قرار گرفتند. بنابراین اون فرمایشاتی که عرض کنم در سایت حسین کوفی قلمکشای رجوی مینویسن، اونها حرفای درستی نیست، دلیلی نداره. مثل بقیه کاری که این آقا دستور میده به فلان کس بگید نمیدونم چی شاگرد جلاد نمیدونم تشنه به خون، این هم همین جوریه. دلش فقط چی دلش میخواد مینویسه، کسی به کسی هم که نباید جواب بده، باید به خدا جواب بده. رهبر عقیدتی به خدا جواب میده، به هیچ کس جواب نمیده. بنابراین هر کاری دلش بخواد میکنه. آقای شهاب برهان یه مقاله نوشتن، خیلی خیلی مقاله خوبیه، اما این مقاله بیان یک مارکسیست بسیار فهمیده است که با قالب ها و با عرض کنم حضورتون اندوخته های توشه بسیار غنی عرض کنم که مارکسیستیش چند تا مطلب رو می‌نویسه و در هر حال میگه که این عمل عمل درستی نیست. اما من مجددا با هم
خیلی استفاده کردم، خیلی مقاله خوبیه، مقاله استوستاریه، توش زحمت کشیده شده، این مقاله نوشته شده. اما ایشون هم معتقدن که یه جوری می‌بیسن که این میخواد آتش خیابون رو سرد کنه. من مثل ایشون فکر نمی‌کنم. اولا در جنگ، در چنین دعواهایی سازش طبقاتی وجود داره، بنابراین ماهیت عرض کنم تحلیل از نظر منافع طبقه کارگر یه امر دیگه ایه، چون اصلا در اینجا دعوای بین طبقه کارگر و سرمایه‌داران فعلا مطرح نیست. نه اینکه بخشی از این دعوا نباشه، حتما بخشی از این دعوا هست، یعنی حتما بخشی از گرسنگان تو این قضیه هستن، اما تنها گرسنگان نیستن. اولا تمام جامعه گرسنه هستن، تمام کالا نمیشه گفت، غالب مردم جامعه گرسنه هستن، بیش از همه 24-25% مردم که کار میکنن و عرض کنم چندین میلیون آدم، شاید مثلا در همین حدود آدم، به خصوص در زنها، در تحصیل کرده ها که بیکار هستن. آره اینا مطالباتی دارن، ولی در اینها مطالبات آزادی خواهان هم وجود داره، یه درخواست های تاریخی آزادی خواهان هم وجود داره، تحصیل کرده ها وجود دارن، روشن فکران وجود دارن، شما خودتون وجود دارید که تأثیر میذارید در جامعه. بنابراین دعوا دعوای فراطبقاتیه، بعضی از دعاوی فراطبقاتیه با معیارهای درست مارکسیستی شما نمیشه اینها رو ارزیابی کرد، محک زد. از جمله که مثلا همینجا الان که داریم با هم صحبت میکنیم، ببینید سپاه پاسدارا میگه که من بدهکارم به مقاطع کارا. مقاطع کارا یه رپورتاجی بود که پیش شما هم صحبت کردم، زناشون به دست فروشی افتادن، مقاطع کارا با اینا طرف دعوا هستن. مقاطع کاری که صاحب کارخونه، مقاطع کاری که به دولت جنس فروخته و مثلا صاحب داروخانه، صاحب بیمارستان که به دولت خدمات فروخته، وقتی بهش پرداخت نکنه این ورشکست میشه. اینم جزء ناراضی ها هست، اینم توی اینها هست، در حالی که جزء گرسنگان نیست. این هم مطالباتی داره در اونجا. بنابراین این دعوا تنها دعوا جنبه طبقاتی نداره، این دعوا فراطبقاتیه و یک دعوای ملیه و یک دعوی ملی رو محک زدن با نظرات ایدئولوژیکی احتمالا جواب نمیده به نظر من. مقاله بسیار قشنگیه، یعنی در امر سیاست ماهیتگرایی نمی کنه آدم، لااقل من نمی کنم ماهیتگرایی که بگم فلان کس فلان روز فلان کار کرد، بنابراین تا آخر عمرش این آدم همین کار کرده به حسابش میذاریم و اینا آمدن که خیابون خاموش کنن. هیچ همچین چیزی اینا هیچ کنون از یا نگفتم خیابون خاموش کنید، برعکس عرض کنم حضورتون که همه اینا تمجید کرد، یا حداقل تا جایی که من دیدم همکار من خانم عبادی، خانم شیرین عبادی، من خوندم که نوشته به مردم که خیابون برید تو خیابونا. خب یکی از آدمای سرشناس اینا هم خانم عبادیه، خانم عبادی چنین درخواستی رو مطرح نکرده. میتونید مخالفت داشته باشید با خانم عبادی، میتونید بگید مثلا ایشون لیبرالن، ما عرض کنم انقلابی هستیم، ولی توی این قضیه دعوا دعوای مشترکه، دعوای جبهه‌ایه، دعوای طبقاتی نیست. حالا من فکر نمی کنم که با این حرف ها و با نوشتن این امضای این 15 نفر دعوای خیابون ها سرد بشه، همونجور شما هم فکر نمی کنید که این عرض کنم حضورتون که دعوا رو سرد بکنه. نه، دعوا در درون خیابون ادامه داره، هیچ کس هم نمی تونه اینا سردش کنه، این حرکت طبیعی خودشو شروع می کنه، حرکت طبیعیشو انجام میده. میشه سرکوبش کرد، نمیشه خاموشش کرد. خیلی از کارها هستش که نمیشه خاموش کرد. ببینید وقتی رئیسی میگه حتی از پیشنهاد روحانی که میخواد دعوا رو جمع کنه بیاره دوباره داخل اصلاح طلب و اینا، اصلاح طلب و اصولگرا و از این داستان، برمیگرده میگه که تو داری
رئیسی به روحانی میگه دمیدن در آتش تفرقه و حرفهای جناحی زدن و انتخاباتی زدنه. در هر حال شرایط رژیم، چه شرایط بین‌المللی و چه شرایط داخلی رژیم، طوری است که رژیم بسیار بسیار آسیب پذیره و همین حرکت هم به این رژیم قطعا آسیب میرسونه. نه اینکه این حرکت در درون جامعه باعث بشه مثلا مثل حرکت موسوی گفت برید از تو خیابونا حرف نزنید آرام برید اینا، این حرف با اون زمان خیلی فرق میکنه. نمیشه به نظر من نمیشه این دوتا رو با هم مقایسه کرد، حتی اگر هم بشه مقایسه کرد نمیشه ماهیت اینها رو یکی دونست، چون اینها یه نوع نمایندگی دارن. بخش مهمی از این اصلاح طلبا یه نوع نمایندگی رو داشتن، یه بخشی از اینها هنوز اون نمایندگی رو دارن. مثلا این مهاجرانی هممون دیدیم که آمد توی عرض کنم حضورتون تلویزیون و تهدید کرد، تحقیر کرد، توهین کرد به مردمی که به درون خیابون‌ها آمده بودن. خب اینها با اون فرق می‌کنند. اون رفته یه جای دیگه، یعنی چی؟ یعنی تفرقه ایجاد شد. اینا یه نوع وحدتی داشتن با هم دیگه، با هم کار می‌کردن. انشعاب شده در درون اینها با این حرکت. این انشعاب به نفع مردمه. وقتی اینها میگن اینها اصلاح پذیر نیستند، مهاجرانی توی این قضیه به یک کنار دیگه کشیده میشه و اشخاصی مثل مهاجرانی. الان چرا سر و صدای گنجی نیست؟ چرا اینا بلا تکلیف هن؟ یکی دوتا که نیستن، اینا الحمدلله تعدادشون زیاده. چرا بقیه اصلاح طلب ها نیستن؟ چرا اینا اصلا تو خارج کشور که اینا یکی دوتا ده تا صد تا نیستن زیادن؟ راستی جالبه در مصاحبه‌ای که در بی بی سی آقای پرپنجی اگه اشتباه نکنم انجام میدادن، اونجا میبینیم که آقای شریعت مداری و محسن چریک، محسن مخمل باف اونجا نشستن، این طرفش دو نفر نشستن که یکیش طرفداره یه خانومی هست، من اسمش خانوم محمدی حالا اسم کوچیکشه فراموش کردم، و فاروق نگهدار. اینا میگن که ما با شما شریکیم، ما ها بایدی از این وقت با همدیگه کار کنیم. ما نفهمیدیم از کی قرار بود که، و اصلا ادعای مشارکت میکنه که ما این حرفا رو زده بودیم. حالا چرا؟ برای اینکه احساس میکنه این طرف قوی تره، بو میکشه، بو میکشه اینا جلو افتادن، میخواد بره شریک بشه، حاجی انا شریک. در هر حال عرض کنم حضورتون که این مشکلاتی که اینا ایجاد کردن یکی دوتا ده تا نیستش. ببینید حجاریان چی میگه. حجاریان سخت مخالفت میکنه. خب بخیر فراموش نکنیم که حجاریان عرض کنم که تئوریسین اصلاح طلب ها بود. یکی دوتا از جمله هاش یادداشت کردم براتون میخونم. سعید حجاریان میگه که حل مشکلات بر عهده رهبری است، کاری خطرناک است و ما را از مردم سالاری دور میکنن. یعنی الان اینا مردم سالاری دارن میکنن، این کاری که عرض کنم که این 15 نفر کردن اینا را از مردم سالاری دور میکنه و ممکن است جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی نزول پیدا کنند. یعنی اینکه داره حتی دعوا میکنه با روحانی که اگر رفراندوم را بندازی ممکنه همین انقدر جمهوریتی که به تو داره اینم ازت بگیرن. بهتر به هر حال به روحانی میگه که بهتر است از آزادی های مردم دفاع کنی. این آدم عضو هیئت رهبری یا کمیته مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامیه. بنابراین اونجا هم این نامه اونجا هم شقه کرده. شریعت مداری از اون طرف، ببخشید با آقای مهندس شریعت مداری، نه اون شریعت مداری قلمکش خامنه‌ای کیهان،
اسم این کار رو میذاره حاشیه سازی، بازی در زمین دشمن. این کلمه بازی در زمین دشمن رو چی هم گفته، عرض کنم که مسعود رجبی هم همین رو نوشته، بازی در زمین دشمن. اینو البته خطاب به رفراندوم روحانی دارن میگن، اهانت به شرکت کنندگان در راه پیمایی. اینو کی میگه؟ این شریعت مداری که ها میگه. از کدوم رفراندوم اینا میترسن؟ از رفراندوم روحانی. از این یکی بیشتر میترسن. حالا دبیر کل حزب مؤتلفه محمد نبی حبیبی میگه این کار بنبست را تداعی میکنه. یعنی چی؟ یعنی بنبست وجود نداره؟ چرا تداعی میکنه؟ یعنی نیست؟ یا یعنی اصلا تلقیم میکنه به جامعه؟ احمد خاتمی که قبلا هم گفته بودیم تو نماز جمعه میاد میگه هرگز به چنین آرزویی نخواهید رسید. مهمتر از همه، شاید هم مهمتر از همه، بی خود زیادی میگم، این محسن رضایی آمده میگه که باز دوباره گفته اداره جناحی کشور تمام شده، این بازی پایان یافته. اگر بازیگران متوجه نشدن مسئله دیگریش، میگه تو تلویزیون رژیم میگه، میگه به هر حال بازی اصلاح طلب و اصولگرا پایان یافته. خب همین کاری هستش که عرض کنم در خارج کشور این استمرار طلبان اعلام کردن که آقا تموم شده، این بازی تموم شد. پس بنابراین اینا پیش افتادن از اونها. من نمیفهم این چجوری ممکنه که مثلا به ضرر جنبش درون خیابون باشه. چه کسی یا به چه حسابی اینا چه امکاناتی در درون کشور دارن که بتونن مثلا چه میدونم توی 100 تا شهر پوشش پیدا کنن، شکم مردم سیر بکنن، عرض کنم که نارضایی ها رو کم بکنن، آزادی بدن و مردم راضی بشن به شرایط موجود. به هر حال وقتی که میگیم که این راه بنده آقای رجوی، آقای عرض کنم شریعت مداری کیهان، تو که میگی عرض کنم بازی در زمین دشمنه، خب بیاین سند بیارین که آقا این به نفع این رژیم عمل کرده. این کار چه نفعی این کار برای رژیم داره؟ چرا سلیمانی صداش در میاد؟ چرا سرجو؟ این حتما به ضرر سلیمانی. چرا سپاهی ها سر صداشون در میاد؟ چرا اینا مخالفت میکنن؟ و بعد هم میبینیم که کت خدایی، این شاید هفته گذشتم گفتم، کت خدایی که صاحب ببخشید سخنگوی شورای نگهبانه، آمده گفته که این اشخاصی که این کارا رو میکنن، اینها عرض کنم که از مدار انقلاب خارج شدن. به کی میگه؟ کی از مدار انقلاب خارج شده؟ به رئیس جمهور، عرض کنم که میگه که با 24 میلیون به قول خودشون 24 میلیون رأی اصلاح طلبان آمد به کار. خب اینه که تو خارج کشورن که میگن دیگه اصلاح طلبی فایده نداره، پس بنابراین تأثیر میکنه روی 24 میلیون. حالا این ارقام غلطه درسته؟ به هر حال یه تعدادی از این آدما رفتن رأی دادن. من که اونجا نیستم اینا چند درصدشون مسئول رجعه میگه اصلا نیستن، اتفاقی دون کشور نیفتاده. ولی من میگم اصلا 50% تقلب باشه. خب بالاخره 12 میلیون رأی دادن، از این 12 میلیون یه تعدادی در تحت تأثیر این حرف قرار میگیرن. خب خوبه، لشکر دشمن تضعیف میشه، تشدید میشه شق شدن. من نمیفهم این مخالفت، اون هم این مخالفت تند که شما نمیدونم از نایاک حرف میزنید، نمیدونم وزارت سرتون به فلان بنده، برای چی؟ به چه حسابی؟ با چه دلیلی؟ به هر حال من تصور میکنم که یک نگاه عمومی به اتفاقی که در ایران افتاده داشتیم در خدمت شما. و ممنونم ازت آقا. بله، من عرض کنم من خودم معتقدم که این عمل به ضرر مردم ایران نبوده، البته ابهام داره، اشکال داره، اشکالات انشالله
رفت میشه یا حتی رفت هم نشه، این کار خودشو به اندازه 15 به یه تا تلنگر دیگه، بالاخره به اندازه یه تلنگر که کار کرده، که یه بله حرکتی رو انجام داده، یه تقلایی شده، پرسش و پاسخ، در این پرسش و پاسخ بالاخره راه پیدا می شود. بهتر از سکون است به نظر من. ولی یه پرسشی یه عزیزی پرسید، من فکر می کنم از شما باید بپرسم این رو. وضعیت عرضم به حضور شما که پزشکی قانونیه، پزشکی قانونی زیر نظر کدام دستگاه حقوقی اداره می شود؟ آیا این زیر نظر دادستان است؟ زیر نظر کل اداره دادگستریه؟ یه بخش حقوقیه، بخش اداریه؟ این چیه؟ یه کوتاه، چون ما یه 3-4 دقیقه بیشتر وقت نداریم، دلم میخواد که این رو پاسخ بدید شما. برای اینکه خب اینا آدم ها رو میبرن به پزشکی قانونی، بعد پزشکی قانونی هم همون نظر دادستان رو تایید میکنه. چیه داستان؟ پزشکی قانونی در تمام دنیا جز ادارات کارشناسی وزارت دادگستریه، یعنی یه اداره کارشناسی است در عرض کنم جز قوه قضاییه و عرض کنم که با قوه قضاییه کار میکنه. دادسرا پرونده رو میفته پیش پزشک قانونی، پزشک قانونی اظهار نظر میکنه که این مثلا ضربه خورده، دست شکسته، این نمیدونم مسموم شده، این یکی عرض کنم حضورتون که سکته عادی کرده، تیر خورده، نمیدونم تیر از کجا، چپ زدن، راست زدن. البته کارهای خیلی مهمی رو پزشک قانونی انجام میده و عرض کنم که دستگاه های خیلی مدرن داره در پزشک قانونی. و پزشک قانونی در ایران سوابق خیلی خوبی داشته قبل از این رژیم. و البته خب زمان رضا شاه که بعضی از زندانی ها خودکشی میکردن یا عرض کنم که خودکشیشون میکردن، به هر حال پزشک قانونی ناگزیر بود که بیاد حرف خودشو بزنه. منتها آیا این حرف رو تو پرونده میذاشتن نمیذاشتن، اینا رو دیگه اون دست خود دادسرا بودش که چه میکنه با نظر پزشک قانونی. در هر حال پزشک قانونی جز ادارات کارشناسی هستش و جز ادارات هستش در قوه قضاییه در تمام کشورها. هم عرض کنم که ارتباط مستقیم داره با دادسرای کل کشور، یعنی دادستان. حالا مثلا تو سیستم ها مختلف فرق میکنه، این ما در ایران سیستم دادستان داریم، بعضی از کشورها سیستم دادستان به این شکل ایران نیست. در هر حال بخشی در تمام جهان بخشی از قوه قضاییه هستش. در ایران عرض کنم حضورتون که جزء وزارت دادگستری محسوب میشه و یکی از ادارات وزارت دادگستری. بسیار ممنون، اینم پرسشی بود که این دوست پرسیده بود. بها ممنونم آقا، سپاسگزارم از شما و ممنونم، بازم تشکر میکنم و از اینکه مهر میکنید این وقت رو در اختیار ما قرار میدی. از شما نهایت سپاس دارم، برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدرت آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر و دوشنبه دیگر. متشکرم آقای روحانی. من هم از شما سپاسگزارم، امیدوارم موفق باشید، با آرزوی اتحاد، مبارزه و پیروزی با همه شما خداحافظی میکنم. مرحمت آقای، موفق باشید. متشکرم، مرسی. بهها دوستان شنیدیم فرمایشات آقای روحانی رو، امیدوارم کمک کنه به ما روشن بشویم و بشود در این اوضاع آشفته، بسیار آشفته بازاری است. الان میخوندم راجع به این درگیری دراویش، اتوبوس ورداشته رفته میان پلیس. ما داریم به سمت تاریکی سیاهی با سرعت برق و باد حرکت میکنیم. هرچی میگذره من به این حرف خودم بیشتر باور پیدا میکنم، شرایط خطیری است و یه جور ناامیدی، یه جور بی‌اعتمادی وجود داره و این رو این نظام اهریمن در ایران سترون کرده. اصلا یه جوری این رو ریشه هاشو تا عمق جامعه برده، اصلا عنصر بی‌اعتمادی.
و این خیلی بده، عنصر بی‌اعتمادی. امیدوارم که بتوانیم در کنار هم از این سد بی‌اعتمادی گذر کنیم و دست در دست هم نهیم به مه، میهن خیش را کنیم آزاد. از اینکه این برنامه رو دنبال کردی، از شما نازنینان نهایت سپاس دارم. مجدانه خواهش میکنم در معرفی سایت میهن کوشا باشید، برنامه رو به دوستانت معرفی بکن و عرضم به حضور شما که یعنی www.mihantv.com رو به دوستانت معرفی کن که بتونن به سایت میهن تیوی بیان و از طریق سایت به بخش مقالات یادداشت‌های روزانه برسن و از اونجا گاهن بتوانند برنامه ها را هم دنبال کنند. برنامه ها تو شبکه های مختلف اجتماعی قرار میگیره، به آدرس ما تو تمام این شبکه ها، هم از کانال تلگرام، فیسبوک و تویتر و گوگل پلاس و یوتیوب، همش هست میهن تیوی عددیه. و اپلیکیشن رو در اپستور دانلود کنید، این برنامه های یوتیوب رو از طریق کانال میهن تیوی دنبال کنید. به حال بعد هم ماه به پایان میرسه، ما نتونستیم یه مجموعی، همون بیعتمادیه که عرض میکنم، نتونستیم در این قریب 10 سال، چون در یکی دو هفته آینده سالگشت میهن تیوی است، وارد 10 سالش میشه، نتوانستیم، اعتراف میکنیم که نتوانستیم این سد بیعتمادی رو بشکنیم و تا این شکسته نشود، تا این بیعتمادی وجود دارد، شرایط همین است. این رو شما بایستی که قدم برداری. بازم ممنون و متشکرم.